انتخابات، زنان، حق رأی و چالش های سیاسی فراراه حضور زنان. زنان من حیث نیم از قشر جامعه افغانی، اما موانع صد راهشان برای حضور و پای صندوق های رأی. نبود امنیت، افکار سنتی، عدم آگاهی و همچنان دوری مراکز رأی دهی در محل ها از چالش های درشت فراراه حضور پررنگ زنان در انتخابات کشور عنوان شده است. اما پرسش اصلی اینجاست که نهادهای زیربط برای پررنگ شدن این حضور و همچنان رفع چالش ها فراراه حضور زنان چه کارهایی کردند؟ مهمانان من در این برنامه هر یک ستون اصلی برای بهبود وضعیت زندگی زنان هستند که با آنان روی این مؤلفه های مهم و پررنگ بحث های داریم. درود، به ویژه برنامه زنان و انتخابات خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه بانو نبیله مسلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. بانو مسلح، میخواییم سوال از شما آغاز بکنم. پلان ها و همچنان برنامه هایی که وزارت امور زنان در رابطه به انتخابات و همچنان حضور زنان در انتخابات روی دست داشته از چه قرار هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با هر سلام خدمت شما و خانم اکرمی، خانم ظریفی و همچنان تمام بیننده های محترم تلویزیون زن و برنامه خاص انتخابات. وزارت امور زنان از کارکردهای خیلی وسیع داشته. در قدم اول وقتی که ما در مورد انتخابات صحبت میکنیم، باید بدانیم که انتخابات اساس و حاصل و عنصر مهم اساسی دموکراسی و مردم سالاری در یک کشور است که در انتخابات سهم زنا میتونه که شفافیت در پروسه انتخابات ایجاد بکنه و در این راستا وزارت امور زنان امراه با شرکای کاری خود که کمیسیون مستقل انتخابات است و همچنان شبکه زنان و جامعه مدنی و دیگه ارگان هایی که در راستای انتخابات کار میکنن مثل تیفا و فیفا کارکردهای خیلی بزرگ داشته. ما اگر انتخابات 5 انتخابات را که افغانستان تا به حال گذرانده ما یک نگاهی داشته باشیم، متوجه میشیم که حضور زنان در انتخابات اولی که در سال 2004 و بعدا 2005 تدویر شد، حضور خیلی وسیع داشتند. 41% زنان در انتخابات سهم داشتند، اما بنابر تهدیدها و چالش های امنیتی حضور زنان کمرنگ شده رفت با وجود کارکردهای وزارت امور زنان و دیگر ارگان های مربوط که ما شاهد اشتراک 35% زنان در انتخابات شورای ملی سال قبل بودیم و هی هم نظر به شرایط و مشکلات که سال قبل وجود داشت دستاورد بزرگ بود. وقتی که ما قطارهای زنها را در روز انتخابات از طریق تلویزیون ما مشاهده میکردیم، میدیدیم که زنها چقدر با شوق علاقه خاص آمدن رای میتن و هی یک دستاورد بزرگ بود. واقعا با وجود تهدیدهای جدی که فرارای زنان وجود داشت، زنان تانستن کمون نقش خود ایفا بکنن. وزارت امور زنان قبلا کدام پالیسی خاص انتخابات نداشت، اما خوشبختانه یک چند وقت میشه که ما پالیسی انتخابات یا پالیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات ما وزارت امور زنان تدوین کرده که مورد تصویب هم قرار گرفته و هی پالیسی ما در 4 بخش بیشتر فعالیت میکنه. بخش اولیش مسئولیت زنان است در جریان پروسه انتخابات اگر من حیث کارمند یا کسایی که میرن رای میتن، و دوم تقویت و حضور و نقش زنان در خود انتخابات است که چقدر حضور فعالتر و مهمتر باید داشته باشن. آگاهی رسانی یکی از بخش های مهم پالیسی ما میباشه و هماهنگی با ادارات همکار. پلیسی به می 4 بخش کار میکنه و فعالیت های وزارت امور زنان هم برای انتخابات امسال، به انتخابات ریاست جمهوری امسال هم به می اساس است که ما به می 4 بخش فعالیت های خود را تنظیم کردیم. خوشبختانه هی بار وزارت امور زنان تانسته که یک بودجه خاص را برای تطبیق موارد انتخابات و تشویق زنان در پروسه انتخابات داشته باشه. ما فعلا در 240 ولسوالی ولایت‌های مختلف کشور ما برنامه‌های آگاهی‌دهی
داریم که نه تنها اینا موضوعات مهمه چون صحت، تعلیم، تربیه، اقتصاد، این موارد مورد پوشش قرار میتن، بس انتخابات هم جز مهمش است. در پالوی از این ما برنامه خاص انتخاباتی داریم. در قسمت تشویق، ترغیب زنان و مردان و سهمشان در پروسه انتخابات که ما این فعالیت های خود آغاز کردیم در بعضی ولایات و در بعضی ولایات هم داره که انقریب آغاز میشه. بانو مسلی، با توجه به این که شما اشاره داشتین که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری که برگزار شد، البته دوره آقای حامد کرزی، 40% زنان حضور داشتن. با توجه به این که نفوس روز بر روز رشد پیدا میکرد و همچنان سنینی که سنینی هستن که واجد شرایط هستن بر رای بتن، اما در اینجا مشکلات چی است که روز بر روز 35% فعلا در انتخابات قبلی زنان اشتراک کرده؟ این دلیلش هم هم کوتاه پیشتر یادآور شدم که دلیل از این موارد ناهمی است که در مناطق مختلف افغانستان باعث از این شده که زنان نتانند در برن و اشتراک فعالانه داشته باشند در پروسه انتخابات، و بعضی از ولسوالی هایی که در حجه بنابر ناهمی ها مراکز ثبت نام و مراکز رایدی وجود نداشته، طبعا هی تاثیر خود می داشته باشه در قسمت اشتراک زنان در پروسه انتخابات. اما با وجود همو هم چون چالش ها سال قبل خیلی زیاد بود، ما شاید فکر میکردیم که شاید هم پایین تر از 30% اشتراک زنان باشه، اما خوشبختانه در اخیر روز ما شاهد از این بودیم که زنان افغانستان با گرفتن بسیار همو ریسک بسیار بلند اینا خواستن و همو خواست بلندشان بود که بیان در پای صندوق های رای و اشتراک فعال داشته باشند در انتخابات. و هی فکر میکنم که خودش یک نشاندهنده هی است که مردم ما چقدر و بخصوص زنان افغانستان به مردم سالاری به دموکراسی ارزش قائل هستند و چقدر اینا خواستار ایجاد شفافیت هستند و از این طریق تا بتانن یک زندگی مرفه برای خود و برای اولاد و برای آینده خود اینا تضمین بکنن. ما فکر میکنم که نقش وزارت امور زنان هم دهی راستا خیلی مهم بوده، اگرچه ما نمیخوایم کل کردیت به خود بگیریم، کمیسیون مستقل انتخابات هم در این راستا کارهای خیلی مهم کردن و جامعه مدنی هم خیلی فعال بودن، همه دست به دست دادن، ما تانستیم که در انتخابات سال پیش یعنی بسیار موفق باشیم. اما هنوز هم موفقیت ما 100% نیست، مشکلات وجود داره. قسمی که شما در شروع برنامه یادآور شدین، ما با مو آموخته های سال پار در تلاش ازی هستیم که چی کار بکنیم که مو مشکلاتی که سال قبل وجود داشت امسال صدرای خانم ها واقع نشه، ما بتونیم که برنامه های آگاهی دهی بسیار وسیع داشته باشیم در سراسر کشور تا نه تنها مردها تشویق شوند که خانم های خود اجازه بدن که اینا تذکره بگیرن و برن رای بدن، و همچنان زنها را تشویق بکنن اینا به مو خواست خودشان کسی را که اینا فکر میکنن شخص درست است بر از او رای باید بدن. و برنامه های آگاهی دهی ما خیلی وسیع است امسال، امیدوار هستیم که بهی برنامه های خود بتونیم که حضور زنها را و نقششان را پررنگتر داشته باشیم. ان قریب نگفته نمانه که ما یک آمایش خیلی کلان در مورد انتخابات می داشته باشیم که از 34 ولایت ما از جامعه مدنی و از دولت نماینده ها را دعوت کردیم و بروشور و بوکلیت و ایگپا چاپ شده که در ما ایر انشالله توضیح خواد کردیم و همچنان یک بسته معلوماتی و آگاهی رسانی و تنویر از هان آمه آماده شده توسط خود وزارت امور زنان که در برنامه هایی که در سطح ولایت و ولسوالی ها تطویر میشه انشالله باز از اونا استفاده صورت خواد گرفت. و در ضمنش بسیار کوتاه در مورد دو کارکرد بسیار مهم ما، یکی است که ما دایرکتیف امنیتی را با کمیسیون مستقل انتخابات امضا کردیم که بر اساس از او همکاری های ما تقریبا چند ماه قبل آغاز شد و یک پروتکل دیگه به نام پروتکل آماده سازی زنان تلاشی کننده هست که در مراکز ثبت نام و مراکز رای دهی ما بیشتر از 20,000 زن با محرمشان شناسایی میکنیم، قرارداد برشان میدیم، با اونا منعیس تلاشی کننده و گارد در مراکز بازینا ایفای وظیفه میکنن که با هی کار خود ما میتونیم که به بیشتر از 20,000 فامیل ما یک کار موقتی را ایجاد بکنیم و بیشتر از 300 میلیون افغانی در بودیجه فامیل ها اضافه میشه از طریق کار کردن. ممنون بانو مسلی. بانو ظریفی، راه حل هایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای حضور پررنگ زنان پیشنهاد شده و همچنان عملی شده چه راه هایی هست؟ تشکر از شما و استفاده از فرصت. سلام، احترام تقدیم میکنم به زنان با عزت قهرمان افغانستان.
و میسه محترم وزارت امور زنان ماری جان اکرمی، دو نماینده بسیار قوی و رهبری واقعی زنان افغانستان و کسایی که بسیار موثر هستند در این پروسه، همچنان تعداد زیاد خانمایی هستند که در سطح رهبری با علاقمندی خاص به شکل رضاکار در پهلوی از اینکه مسئولیت ها و وظایف رسمی دارن، اینا برای زن افغانستان کار میکنن. انتخابات بحث اساسی و مهم برای سرنوشت کشور، برای سرنوشت مردم افغانستان و زنان افغانستان است و تمثیل ارادی دموکراسی در هر کشور بسی اساسیش انتخابات تشکیل میده. کمیسیون مستقل انتخابات مطابق پلانی که در انتخابات که شش میزان ما شما پیش روی داریم، بحث های مهم و اساسی که ما را میتونه با آگاهی مردم به خصوص زنا نزدیک بسازه، یک منصب یادآور شدن همزای دایرکتیف بود که با نهادهای امنیتی و نهادهای زیدخل انتخاباتی که به شکل از اشکال نهایت موثر هستند برای پروسه انتخابات افغانستان و برای تکمیل پروسه برای اجرای پروسه که وزارت محترم امور زنان افغانستان هم بود، و همچنان امضای تفاهم‌نامه ها با ادارات زیربط، وزارت امور زنان، وزارت تعجیه اوقاف، نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که زیربط به انتخابات کار میکنن، نهادهای بین‌المللی، این بسیار موثر میتونه باشه. یکی از موثریت های بسیار مهم بحث امروز ما شماست. ما شما در مقطعی میز دایر میکنیم و تشکر میکنیم از وزارت محترم امور زنان و شبکه زنان افغانستان که این میز را راه اندازی کردن. این بسیار موثر است. در یک مقطع اساس است که ما دو روز میشه که ثبت نام تقویتی را شروع کردیم. تا وقتی که ما تذکره با استیکر نداشته باشیم به خاطر شفافیت انتخابات نمیتونیم پای صندوق های رای بریم. ما از اینجا صدا میکنم بالای مردم با عزت افغانستان، با وجود چالش ها ما تایید میکنیم که چالش ها وجود داره، ولی در انتخابات گذشته بیشتر از 30% حضور زنان، 34-35% یک دستاورد بسیار بزرگ است. این معنای از این میده که زنای با عزت افغانستان در هر نوع شرایط آماده حضور در انتخابات تمثیل دموکراسی را دارن. یعنی با وجود چالش هایی که شما ذکر کردین، سنت ها هست، سطح پایین سواد است، فقر است، آگاهی است و همچنان چالش ها و مشکلات دیگه هست، بخصوص مسائل امنیتی که میتونه یک مانع بسیار بزرگ سرارای حضور زنان باشه، ولی خوشبختانه که بازم حضور داشتن، این میز میتونه موثر باشه. و هم از اینجا صدا میکنم با تمام نهادهای همکار به شمول شبکه زنان افغان که بسیار با قوت با ایجاد شبکه های مختلف با ارتباطاتی که در حتی در سطح دنیا روابط زنان را از زنایی که از افغانستان هستن و احساس کار کردن به مردم افغانستان، به زن افغانستان خواستن تامین کردن، و منصب محترم وزارت امور زنان که نمایندگی از وزارت امور زنان اینجا بحث میکنن، ما هم بالا از اینا صدا میکنیم که هر آنی که ما یک مسیج میتیم از مردم خود، از تمام میدیا، علمای دین، متنفذین، کارکنان دولت، کاندیدای محترم ریاست جمهوری، وکلای محترم، هر هم کسی که اگر امکانات ارتباط با یک نفر داره، ما یک خواهش میکنم از پیش لطفا صدا بزنن که در ثبت نام تقویتی کسایی که سن 18 سالگی را تکمیل کردن، کسایی که بیرون از وطن بودن، کسایی که بنابر موازیری نتونستن در انتخابات گذشته ما 9 میلیون ثبت را که داریم ثبت نکردن، لطفا در مراکزی که در سطح ولسوالی هاست و در سطح نواحی شهر هاست اونجا برن ثبت نام تقویتی خود بکنن، و همچنان اگر استیکر یپاشان میشه قابل خانش یپا نباشه خراب باشه او را تغییر بتن، و یکی که از ثبت نام سال گذشته باز ماندن باید به اونجا مراجعه بکنن. یگانه چیزی که موثر واقع میشه صدای ما و شما از طریق مطبوعات به مردم افغانستان است که ما صدا میکنم به مساوی یک زن افغانستان به حیث یک کمیشنر که لطفا در هر جایی که هستین به هر قیمتی که میشه، ولو چالش است، مشکل است، هر آن چیزی که است، به خاطر داشتن یک حکومت مشروع قانونی لطفا در پروسه ثبت نام تقویتی حضور و نقش فعال داشته باشین، کمیسیون مستقل انتخابات همکاری بکنین، مردم افغانستان به خاطر انتخابات همکاری بکنین تا ما بتونیم یک در ختم کار بعد از 22 روز یک ارقام درشت را در ثبت نام تقویتی داشته باشیم، و ثبت نام 9 میلیون کشتوان در حال پاکاری است، به خاطر که ثبت نامی که ما در سال گذشته داشتیم متاسفانه تذکرهای تکرار و جعلی و کسایی که زیر سن بودن او را مرتفاهم نامی که با وزارت با اداره محترم احصائیه و معلومات داره میخوایم که در با مراجعه بر اسکن یا کنده های اصلی تذکره ایره باید پاک بکنیم جمع لیست تقویتی، اما فکر نمیکنی یک زمان خیلی یک کم مانده به یک حضور پررنگ به انتخابات شش میزان بریم. بفرمایید.
اگر قرار باشه که بره به کنده ها مراجعه شود و همچنان تسکنه ها دوباره یعنی بازرسی شود، این فکر نمی کنید تا میزان خیلی یک وقت کمی است که این تسکنه ها تصفیه شود؟ خب یک بحث نام تقویتی است که ما صدا میکنیم که لطفا مردم افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، ارگان های دولتی، کاندیدا همه کمک بکنند تا این پروسه به شکل دقیق و جانبه و وسیع بره. آمدیم سر پاککاری لیست ها. ما همیشه باید درس های آموخته شده و چیزهایی که چطور میتونیم ما مردم اعتماد سازی بکنیم. 9 میلیون ثبت الکترونیک لیست که از مردم با عزت افغانستان است، متاسفانه در او تذکره های تکرار است، جعلی است، کسایی که زیر سن بوده. ما به خاطر اعتماد مردم این تقریبا یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه متفاهمنامه را امضا کردیم. این لیست در حال پاک شدن است که کنده های تذکره اسکن شده است، سر میتن و کسایی که جعلی میلیون پاک میشه. در ختم کار ما میبینیم که از این 9 میلیون ما چقدر لیست پاک و منظم میداشته باشیم. جمع لیست تقویتی یعنی با یک جمع بزرگ مردم افغانستان پای صندوق های رای شش میزان بره. ممنون بانو ظریفی. وقفه کوتاه داریم.